من یک معلمم. در خیابون‌های امام درس می‌دهم. موضوع درسم ساده است. فقط میگم بچه‌ها باید درس بخونید. زیر راه‌پله‌ها موقعی که فال می‌فروشی و با ترازو چیزایی رو وزن می‌کنی، کنار جوی آب نزدیک خواهر و مادرتون که اون ورتر گل میفروشن، کنار نیمکت های پارک که بغلش چند نفر دارن مواد زد و بدل میکنن، توی کوچه زیر پل، هر جا که هستید فقط درس بخونید. چون من یک معلمم، من از شما میخوام که در کلاس های من شرکت کنید. کلاس من برای شما آزاده. من میخوام شما خوندن و نوشتن یاد بگیرید. میخوام یاد بگیرید که کلمه آزادی رو بنویسید. من میخوام اون رو با صدای بلند بخونید. بچه ها، من میخوام به شما یاد بدم حتی اگر هیچی نداشته باشید ولی میتونید آزادی رو داشته باشید. حتی اگر هیچ مشقی برای نوشتن نداشتید ولی در همه صفحات خالی دفترتون و در همه اوقاتی که منتظر یک سکه صدقه‌ای هستید این جمله رو بنویسید: ما آزاد هستیم و می توانیم آزاد باشیم. دانش آموزان عزیزم، شما رو خیلی دوست دارم. من هم در خیابان اونورتر گاریم رو با خودم می کشم و درس های جدید یعنی آزادی رو می دونم تا فردا برای تون باز بکنم. تا کلاس بعدی، خدا نگهدار. معلم پای تخت داد میزد، صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود، ولی آخر کلاسی ها لواشک بین خود تقسیم می کردند. وان یکی در گوشه دیگر جوانان را ورق میزد. دلم میسوخت برای آن که بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان تساوی های جبری را نشاند. با خطی خانا به روی تختهی که از ظلمتی تاریک غمگین بود تصاوی را چنین بنوشت: یک با یک برابر است. از میان جمع شاگردان یکی برخاست. همیشه یک نفر باید به پا خیزد و با آرامی سخن سرداد: تصاوی اشتباهی فاحش و محض است. نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت و معلم مات بر جا ماند و او پرسید: اگر یک فرد انسان واحد یک بود، آیا باز یک با یک برابر بود؟ سکوت مدهشی بود و سؤالی سخت. معلم خشمگین فریاد زد: آری، برابر بود. و او با پوزخندی گفت: اگر یک فرد انسان واحد یک بود، آن که زور و ضرب دامن داشت بالا بود، وان که قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود. اگر یک فرد انسان واحد یک بود، آن که صورت نقرگون چون قرص مه می داشت بالا بود، وان سیه چرده که می نالید پایین بود. اگر یک فرد انسان واحد یک بود، این تساوی زیر و رو می شد. حال می پرسم، یک اگر با یک برابر بود، نان و مال مفتخاران از کجا آماده می گردید؟ یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟ یک اگر با یک برابر بود، پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد؟ یا که زیر ضربه شلاق له می گشت؟ یک اگر با یک برابر بود، پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟ معلم نالآسا گفت: بچه ها، در جزوه های خیش بنویسید یک با یک برابر نیست.